سلام خدمت دوستان عزیز حالتون چطوره بر وکس میخوایم ما هم یه بررسی از وضعیت لونای کلاسیک داشته باشیم همونطور که دارید مشاهده میکنید کم کم داریم از این زون معاملاتی مهم خودمون که مقاومت خیلی مهمی پیش روی ترای کلاسیک هستش رد میشیم و عبور از این زون معاملاتی باعث خواهد شد که قیمت یک سود خوبی رو داشته باشه یه جهش خوبی رو داشته باشه ولی باید زیر نظرش بگیریم ببینیم که کدوم محدودا مناسب خرید کردن هستش و یادتون باشه آخرین باری که حالا تحلیل لونای کلاسیک رو ما رفتیم گفتیم که قیمت ترای کلاسیک وقتی که بتونه از اینجا عبور کنه یه سعود دیگه ای رو ما شاهد بازار کریپتوها و نه تنها بازار کریپتو بلکه تمام اون زیر مجموعه لونا خواهیم بوده چه تری دوه باشه چه استیبل کوین و استیتی باشه که حالا با هم دیگه یه نگاهی به این موضوع داشته باشیم نکته بعدی که هستش دوستان عزیزی که هولدر لونا کلاسیک هستن دیدم که خیلی هاشون امیدشون رو از دست دادن به لونا کلاسیک و خیلی ها حالا فروختن و خیلی هم نگران این هستن که آقا نگه داریم نگه نداریم دو به دو شدن شک دارن که لونای کلاسیک رو اومدن خریداری کردن اون دوستانی که نظرشون مثبت هستش روی لونای کلاسیک رو با دلیل بنویسید حتما زیر این ویدیو که مثلا یه کسی که میخواد بخره شما به عنوان هولدر پیشنهاد میدی که این کار انجام بده یا نه که این کامنت رو بندازید پای ویدیو چون که خیلی نگاه نگاه میکنن مثلا شاید 20 درصد 30 درصد از کسایی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن برخی ها هستن که میخوان خرید انجام بدن ولی خریدشون رو انداختن جلو و خریدی ازش انجام ندادن صرف کردن ببینن که چه اتفاقی افتاده نظرتون رو بنویسید که اونها هم بدونن که آیا این کار رو انجام بدن خریده رو انجام بدن یا نه خب همونطور که دارید مشاهده میکنه قیمت فعلی سه یازده در حال حاضر داره نوسان میکنه تری کلاسیک با مارکت و 670 میلیون دلاری حجم ما بچه ها توی 24 ساعت گذشته فوق العاده خوب افزایش پیدا کرده رسیده به 89 میلیون دلار 83 درصد حجم اومده افزایش پیدا کرده بر اساس حجم حالا قدیمی های کانال یادشون هستش ما یه تایمی می اومدیم بر اساس حجم نگاه میکردیم و ترید انجام میدادیم خرید و فروش های خودمون انجام میدادیم و خیلی هم سودای خوبی رو میتونستیم به دست بیاریم از همین حجمم میشه سیگنالای رو گرفت حالا دوست داشته باشید دوباره ادامه میدیم ولی حالا امروز یه عددی بخوایم بگیم واسه ترکلاسیک کلاسیک حجمش بتونه ازش عبور کنه هم از این مقاومت عبور میکنه هم, هم جهش خوبی رو خواهد داشت تقریبا عدد 100 میلیون دلار هستش بالای اون یه نوسانی داشته باشیم برسیم به 120 و 110 این محدودها تا میتونی خرید خودتون رو تکمیل کنید حالا الان شاید زمان خرید باشه اون موقع خرید خریدای با خواهی سنگینی ازش انجام بدیم چرا که جایی هستش که قیمتی اینجوری نگه میدارن نگه میدارن نگه میدارن یه دفعه یه پامپ خیلی خوبی تجربه میکنه که این حالا تجربه ثابت کرده نکته بعدی که هستش و دوستان پرسیدن همونطور که میدونید در حال حاضر توتال سپلای ترای کلاسیک 6 تریون و 800 میلیارد تا از لونای کلاسیک داخل بازار وجود داره که نزدیک 40 درصد از کل این عرضه در اختیار کدوم صرافی هستش صرافی بایننس هستش که اگر شما اینجا رو دقت کنی یکی از هولدر های بزرگ تری کلاسیک همین طرفی بایننس هستش که دو تریون 700 تو اومده فکر کنم دو و نیم تریون این محدودا هستش در حال حاضر از تری کلاسیک نگهداری کرده بچا بالای دو تریون دا خیلی عدد زیادی هستش و شما ضرب کنید میلیارد ها در حال حاضر در دستان صرفی بایننس هستش همطور که میدونید بایننس هر از گاهی میاد یه توکن سوزی رو انجام میده و این توکن سوزی که انجام میشه بیشتر رو اتریوم هستش خب ونی دست به بسترهای بی ام بی خودش نزده چون که بیشترین ارزه در حال حاضر رو بستر بی ام بی هستش به پویس دارن میکنن نه بستر اتریومی که اینجا وجود داره یعنی در آینده حالا خبرها و پرپوزال که داره میاد یه تایمی پرپوزال یک ممه از همه درصد رو داشتن راه میکردن لانچش میکردن و وارد بازار کرده بودن که وقتی مثلا توکن سوزی انجام میشد یک درصد کارمز کم میشد که این حالا دیدن که جواب نمیده اومدن اینو کمترش کردن دو دهم ده کردنش و اونم جواب نداد ولی بایننس با مثلا هر از گاهی می اومد یه توکن سوزی رو انجام میداد حالا این توکن سوزی مثلا یه مقدار خیلی کمی بود روی قیمت تور کلاسیک تاثیر میذاشت و یه پرپوزالی حالا توسط برخی از ولیدیتورها داره برگزار میشه که در آینده ما شاهد این باشیم که یک توکن سوزی خیلی بزرگ اتفاق بیفته و قیمت ها بتونه جهش خوبی رو داشته باشه که منتظر اون خبر هستیم در حال حاضر تنها خبری که میتونه قیمت ترای کلاسیک رو تکون بده خبر توکن سوزی هستش و همه خبرها رو بذاری کنار اونا یه تروزی دیگه همین خبر توکن سوزی میتونه تاثیرات خیلی عجیب غریب مثبتی رو بذاره و ما شاهد این باشیم که قیمت ترای کلاسیک یه جهش خوبی رو داشته باشه و توکن سوزی یه فاد فاد خیلی خبره حالا فاد به خبرهای منفی میگن فاده مثبت هم ما میتونیم بهش بگیم به یه ای خبر مثبت خیلی بزرگی هستش که در آینده باید منتشر بشه و اگر این اتفاق بیفته مطمئن باشید که توکن سوزی مثلا یه تریون تاشو بیان بسوزونن مطمئن باشید که یه دونه صفر کم میشه خب چرا چون که عدد خیلی عجیب غریبی هستش هجوم میارن خرید میکنن ازش یه تریون تا خیلی عدد زیادی هستش پس منتظر خبر توکن سوزی ما باید بمونیم که در آینده منتشر بشه منتشر شدن خبر توکن ویلیام مثبتی رو روی قیمت تری کلاسیک خواهد گذاشت و اما حالا از این ور ترای دو هم شاید بپرسید ترای کلاسیک یو هم بپرسید و دیدم که برخی از دوستان هم پرسیده بودن که بین حالا ترای کلاسیک یو حالا کدوم یکی رو بیایم انتخاب کنیم تری دو رو بخریم استیبل کوینش رو بخریم اینجا تری کلاسیک رو بخریم کدوم یکی رو بیایم این خریدای خودمون رو تکمیل کنیم که من یه نکته بگم بهتون کسایی که هولدر هستن و میخوان یه تایم خیلی بلند مدتی هولد کنن توصیه من به شما این هستش که ترید کلاسیک هولد کنید ولی کسایی که میخوان یه تایم خیلی کوتاه مدتی ازش سود خوبی رو به دست بیارن از نظر شخصی من استیبل کوینشون جذاب هستش و این رو هم بدونید اون تایمی که حالا آخرین باری که این پامپ رو تجربه کرد پامپ بیشتر رو کدوم یکی تجربه کرد یو اس دی تی استیبل کوینش اول یه پامپ فوق العاده رو داشت و الان بر اساس قیمت و بر اساس رنک ما نگاه کنیم ببین رنک ترید کلاسیک چند 94 هستش خب ولی استیبل کوینش 196 هستش اینا باید با هم دیگه هم رنگ باشن نهایتا 10 تا با هم دیگه فاصله داشته باشن نه 100 تا در حال حاضر استیبل کوین 100 تا باهاش فاصله داره که خیلی زیاد هستش مثلا ترای دو رو نگاه کن ترای دو قیمت معقولی داره رنگش هم فاصله خوبی داره 119 هستش اینم 94 هستش حالا اینا میتونه جابجا بشه مثلا 119 این باشه ترای دو 94 باشه همه اینا ممکنه ولی در کل اینو بدونی که حالا بهتون گفتم بلند مدتی رو ترید کلاسیک مثبت هستیم کوتاه مدتی هم برای ترید کردن هم استیبل کوینش میتونه جذاب باشه و استیبل کوینشون خب یه هدف مشخصی رو اومدن گذاشتن دیگه گفت آقا یه دلار رو میبینه همینو بس خبری که خیلی وقت پیش اومدن رجبش صحبت کردم و یه پرپوزالی هم راه انداختن که آقا قرار هستش که به زودی به یه دلار برسه پس اون یک دلار رو داره میبینه یعنی شما هر یه دونه از اینه که میخرید یعنی در آینده اونو یک دلار فرض کنی که بشه ده هزار تا بخرید ده هزار دلار شده 20 هزار تا بخری 20 هزار دلار در آینده امکانش وجود داره که بشه بر اساس رنگ و همین چیزها ممکن هستش و اما برگردیم از لاز تکنیکال نگاه کنیم قیمت تری کلاسیک رو و ببینیم که وضعیتش به چه شکلی هستش نموداری توی تایم فریم هفتگی خیلی حالا جذاب هستش نمودار خوبی داره چرا چون که ببین قیمت ما از همینجا میتونه یه رشدی داشته باشه یعنی برگرده به سمت بالا یه صعود خوبی داشته باشه عبور از این مقاومته یعنی عبور از یک سطح خیلی مهمی که پیش روی لنای کلاسیک هستش یعنی اگر بتون از اینجا عبور کنه ما مستقیم میریسیم به اون سخت خودمون و میتونیم اینجا یه برخوردی رو داشته باشیم یه صعود خوبی رو ازش بیایم شاهد باشیم پس عبور از اینجا خیلی مهم هستش حالا عددش هم اگر بخوام بهتون تقریب تر بگم تقریبا عدد سه سفر محدود های دوازده هستش که میتونه عددی باشه که قیمت تری کلاسیکه ازش بتونه عبور کنه جهش خوبی رو داشته باشه رشد خوبی رو داشته باشه این از این موضوع حالا تکنیکالی من بررسیش رو انجام دادم تمام نکات رو گفتم و فکر میکنم که تا اینجا متوجه شده باشی که تری کلاسیکه داره یه حرکت هایی رو از خودش نشون میده توی تایم فریم روزانه بهتر میشه نگاه کرد یه پامپی اینجا داشتیم قیمت استراحت کرد بر استراحت کردن قیمت یه واکنش خوبه رو داشته رفته به سمت بالا سعودی داشته و الان هم میخواد از اینجا عبور کنه و باید منتظر باشیم ببینیم که یه کندل خوشگلی میتونه این بالا ببنده هر چند که ما بیایم حساب کنیم ببین نسبت به بیت کوین کاهش رشد کمی رو داشته ببین این سی رو من میخوام نگاه کنم نموداری میخوام بهتون نشون بدم این بیت کوینه ببین بیت کوین کندل ها گام هایی که برداشته رو نگاه کن گام های خیلی سودی پر قدرتی بوده جهش خوبی رو داشته و جالبه بچه آخرین ماری که تحلیل بیکن انجام دادم گفتم یه هدن شلدر اینجا قیمت اینجا رو بشکنه ما مستقیم حرکت میکنیم تا این تارگت 48 و عدد 51 که یه عدد تلایی باره ما حساب میشه که خیلی وقت پیش من اومدم این عدد رو گذاشتم و گفتم که حتما بهش خواهد رسید و میبینیم که داره کم کم به این عدد میرسه و تمام تحلیل های ما تا به این لحظه درست بوده متاسفانه ترک کلاسیک هم نسبت به بیت کوین گام خیلی کمی برداشته یعنی گامش خیلی کمتر هستش و ما باید انتظار داشته باشیم که رشد بیشتری رو داشته باشه نسبت به بیت کوین چرا که خیلی جامونده داخل بازار یه جاموندگی داره که باید اونو جبران کنه تا وقتی که اون جاموندگی جبران نشه انتظار افزایش های خیلی عجیب تری رو ما نخواهیم داشت من تمام نکات رو گفتم یه سری به USDT بزنیم بچههایی که تا اینجا اومدن حتما بچه چنل سابسکرایب داشته باشید اولی ویدیو هم بهتون گفتم اونایی که نظر مثبت دارن علتش بگن ما بقیه دوستانی که میخوان خرید انجام بدن ببینن که آقا چه مزیت هایی داره آیا بخریم هولدرش باشیم سودی میتونیم کسب کنیم یا نه و اما استیبل کوینش یه نکته جالب داره ببین استیبل کوینش در حال حاضر یه نمودار ریزشی رو داره نشون میده بهمون به, همون. به این شکل ببین یه شیب ریزشی به این شکلی میخواد نشون بده از خودش و باید ببینیم که آیا این اتفاق میفته یا نه چون که این بخش از پایین اومدنه داره صحبت میکنه از بالا رفتن صحبت نمیکنه که خیلی مهم هستش لونای دو رو نگاه کنیم لونای دو رو هم یادتون باشه گفته بودم که دارم بررسیش میکنم ببینم که وزوزاش به چه شکلی مثبت باشه و یه پله خرید بزنیم خب ببین لونای دو هم نمودار پایین اومدنی رو داره نشون میده درسته میبینی یعنی اینجا یه دونه سقف داشتیم یک سقف اینجا داشتیم یه سقف اینجا یه سقف اینجا یه سقف دیگه و این بخشه باید پایین بیاد و اصلاح کنه تا نزدیک 45 سنته پایین تر هر چقدر بیاد بچه ها جذابتر برای سرمایه گذاری هستش ها نگید ببین اینجا مثلا یه هدن شولدر نزولی داره تشکیل میده خب یعنی نهایت پایین اومدن هم میتونه تقریبا روی این محدوده 43 سنت باشه من تمام نکات رو گفتم خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوست از کانال فست و تریدر